بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و علیه و احترام اکثر عزیزان حاضر در کلاس و عزیزانی که دارن فیلم رو در جای جای در واقع این میهن عزیزان که حضور دارن در نگاه میکنن عرض سلام دارن. حالا نمیدونم چه وضعیت داریم این فیلم رو نگاه میکنیم و انشاءالله موفق و معید بشید و اوقات خوشی رو سپری بود. دوستان آخرین فصلی که میخوایم در هیدرولوژی خدمتتون ارائه بدیم و با هم آغاز میکنیم. و هم بحث چیه دوستان؟ همون میشه آخرین فصل که من چون میخوام بحث که بحث مهمی هم هست در بحث هیدرولوژی بحث دوستان چیه؟ هیدروگراف. این کلا توی این فصل میخوام درباره هیدروگراف صحبت بکنیم، تعریف هیدروگراف، هر دم موضوع نحوه استفاده از هیدروگراف، هیدروگراف واحد و بعد نهایت هیدروگراف واحد مصنوعی. این بحث است که انشالله با هم استارت میزنیم، بریم جلو انشالله ببینیم که چگونه پیش میاد. امیدوارم دوستانم قشنگ گوش بدن و دقت بکنن ان شاء الله آنچه که لازم است یاد بگیرن و ان شاء الله به خوبی درک بکنن. خب اولین چیزی که باید تعریف بده هیدروگراف. آقا هیدروگراف چیست؟ تو که درس های فصل قبلم اشاره کردم ولی اینجا دقیق‌تر بگم. مثلا هیدروگراف در واقع یک نموداری است که چی رو نشون میده بچه‌ها؟ نموداری است که در واقع اگه ما بگیم اینجا تغییرات دبی رو در طول چی نشون میده؟ در طول زمان در نقطه خروجی چی؟ حوزه. بچه‌ها بس اینه، اگه شما مثلا این حوزه آبریزتون باشه، این حوزه آبریزتون باشه، اینم نقطه خروجی حوزه. حالا دوستان وقتی که باران شروع میکند به باریدن، خب این آب در واقع چی میشه؟ وقتی این قصه ما باران ها این قصه باداره همزمان پوشیدن با این باری این معروف به چی الان؟ باران اینجا میگیم آقا شدت بارندی من این بعد میگو دو نموزار با هم داریم بحث کنیم شدت بارندی این اول زمان یه همون چیه؟ میتوگراف باره شده بسید تو بس بارش داشت میگوان میتوگراف باره شده. خب به بچه شما ابتدایی که باران شروع میکنه به باریدن شما چیه؟ مثلا قسمت اول میگه ما تلفات چی؟ تلفات اولی. یعنی ابتدایی که باران شروع میکنه با باریدن یه مقدار از این باران تلف چی میشه؟ برگا و چاله و اینا چی میشه؟ تلف میشه و یه مقدار از چی میشه؟ نفوذ میکنه به زمین. درست؟ خب ولی از یه جایی بعد که بچه در واقع این میگه برگا و چاله تمام میشه بعد نفوذ ما هم در واقع چیه؟ باعث میشه این نفوذ ما شروع کنه به کم شدن چون در واقع خاک شروع میکنه دیگه چون ایقا مرتوب میشه دیگه اشباع میشه دیگه خیلی نفوذ چیه؟ در بیاد تو دیگه نفوذ ابتدا خیلی زیاد بود بعد چی میشه نفوذ؟ شروع کنه به کم شدن دیگه. از آب مازاد تبدیل چی میشد؟ آب مازاد که میمونه اینو قسمت از باران که میشه برگا بقیش میشه چالا بقیش میشه نفوذ بقیش چی میشد؟ روان آب دیگه برمان چه ها؟ روان آب یعنی روی این حوزه چی تشکیل میشه؟ روان آب دیگه یعنی باران که میباره هم از اول یک روان اولیه داریم. اگر این نمودار هم بچه همون نمودار چی باشه؟ این همون نمودار چی باشه؟ آقا بگیم تلفات ناشی از نفوذ میداره. خب دوستان خاطرشون هست که بحث نفوذ چه شکلی بود بچه ها؟ بحث نفوذ این شکلی بود که اول شما خیلی نفوذتون زیاده بعد وقتی نفوذ چی میشه؟ مقدارش کم میشه. این بارش مازاد تبدیل چی میشه بچه ها؟ بس اینجا گاز دادن بارش رو چی میگن؟ بارش مازاد میگن. یعنی ما این قسمت طرف و دقلی مثلا برگا چالا میشه این قسمت هم تو معروب نفوذ آب نفوذ بدان رو کنیم نفوذ بچه خواهی چی میشه در طول زمان؟ کم شد بقیه یه بارش نگاه میمونه تبدیل چی میشه؟ این بارش مازاد ما تبدیل چی خواهد شد بعدن؟ روان. این بارش مازاد شروع به تو حوضه چی؟ به راه افتادن و تبدیل چی؟ روان آب شدن. حالا هیدروگراف چی میسان؟ شما اگر در نقطه خروجی حوضه در واقع حضور داشته باشید و شروع کنید به ثبت این دبی. آقا این دبی مثلا این رودخونه در واقع خروجی ما که در واقع باران ها بچه باید هم بیاد میرزه نمار به این رودخونه ها از این شراف ها میدون میاد اینجا خواهد میشه. اگر شما دبی رو شروع کنید اندازه گیری کردن و رست کردن خب این مثلا اگر مشاهده میکنید اولا این رودخونه ما اگر من یک خط این شکلی بگشم این چیه؟ این قسمت بچه بهت میگن دبی چی؟ پایینی. یعنی این رودخونه شما قبل از اینکه باران هم بیاد یه دبی خودش یه دبی پایی داشته. حالا این دبی پایی قاعدتا در واقع به این خط که من کشیدم ولی تقریبا یکسان آیه به این معنی نیست که دبی پایی هم در طول زمان همیشه ثابته چون دبی پایی رودخونه هم یه مقدار چیه؟ بردم بوده احتمال داره در طول زمان این مقدار تغییر داشته تراش خیلی ناچیزه تقریبا دبی پایی هم در طول زمان چیه؟
مستقیماً ثابت میگه، هرچند یا لزوماً در واقع ثابت عرضم بودتون که بدون هیچ گونه تغییر نیزای تغییرات خیلی ناچیزه. حالا اگه این نبیه پای باشه دوستان، شما وقتی اینجا شروع میکنید در واقع به سقف، فرق بکنه باران شروع میشه، از الان تو منطقه باران شروع میشه، خب از این لحظه باران در منطقه شروع میشه. خب اول اینکه باران شروع میشه کنم، یه مقدار ما چی داریم؟ یه مقدار زمین تلفات اولیه داریم. شما وقتی که باران میاد ابتدا در خروجی حوزه چیزی اضافه مشاهده نمیکنه، این تیکر اگه بگیم مثلا چون در این تیکر شما اضافه دبی مشاهده نمیکنه، چون آب باران که اول نه اول چی نمود تو خروجی نداره، باران که میاد اول چی میشه؟ تلف میشه، میکنه تو برگا و چالا میکنه تلف میشه. خیلی شما اول تو نفوذ میکنه، از یه جایی به بعد شروع میشه بچه چی؟ شما اینجا ایستادید میبینید آقا دبی رفته داره میاد چی؟ بالا میاد. یعنی میبینید آقا باران مثلا 10 دقیقه یه رو بعد از بارندگی میبینید تازه چیه؟ تازه این دبی شما داره چی میشه؟ از دبی پایه میاد چی؟ بالاتر. یعنی داره دبی شروع میکنه به اضافه شده. خب و این دبی چرا شروع به اضافه شدن؟ چون قاعدتا این آقا باران میتلف شد بقیهش یه مقدار صرف نفوذ میشه، موازنش تبدیل به روانه میشه. خب ابتدا که شما این دلیل بچه ها اول روانه های این قسمت های نزدیک میاد گیم اینجا، هنوز روانه های دور نرسیده، ابتدا این روانه های نزدیک به شما اینجا بیدید که آقا این دوره های میره دبی چی؟ بالا میاد بالا، پای دبی شروع کنه به زیاد شدن تا میرسیم به دبی چی بچه ها؟ اوش تا میرسیم به دبی چی؟ اوش. یه نقطه بچه من همجده قبلی بچه دوره شیرین نموداره در واقع هیدروگراف ما ابتدا هم بچه شیر چیه؟ ابتدا هم شیرش کن و شیرش رو به چی؟ به زیاد شدن. چرا بچه شیر زیاد میشه؟ چون ابتدا هم بچه ها به مقدار زیاد شد تبدیل چی میشه؟ نفوذ میشه. نفوذ هر چی در طول زمان به جون کم میشه بارش مازاد ما چی میشه؟ بیشتر بارش مازاد بیشتر چون باید روان آبه بیشتر با سرعت بیشتر این گرادیانی این بچه زیاد میشه، شیر خط زیاد میشه، چون شما قاعدتا دیگه نفوذ به شدت کم میشه، تمام میشه بیشتر بالا تبدیل به هم روان آب میشه سریع. میاد شما روان آب چیکار میکنید؟ بس این شیوه نمودار شما میتونید در واقع شیوه نمودار شروع کنه به چی؟ زیاد شدن. علاوه بر شیب دوستان مثلا یه وقت شیبه به علت اون نفوذ کم میشه این شیب داره نکته دیگه که خود دنیا شروع کنه زیاد شدن. چرا؟ چون شما اینجا ایستادین و باران داره میاد، های آبای بیشتر از لای دورتر به هم دارن وصل میشن، های دیوی میاد بالا. شما اینجا مشاهده میکنید که های دیوی داره هم میاد بالا میاد بالا تا به دیوی چی میسه؟ اوج میسه. و از یه جایی به بعد بچه دیگه باز چیه؟ دبی کم میشه. چرا دبی کم میشه؟ چون قاعدتا بچه نها کنید شما بارانتون چیه؟ زمان داره از یه جایی دیگه باران چی شده؟ قطع شده دیگه باران قطع شده. وقتی باران قطع شده قاعدتا چیه؟ شما دیگه آب شما دیگه اضافه نمیشه یا آبای نزدیک قطع شدن فقط آبای دورن که تازه دارن با این باران قطع شده دارن خودشون میرسونن به چی؟ به نقطه خروجی. پس برای من همچنان دبی تو از دبی پایه چیه؟ بیشتره ها. یعنی بعد اینکه باران هم قطع بشه همچنان شما میبینید که آقا شما این هیدروگرافتون دبیش بیش از دبی پایه است، آبهایی که از دور هستن بعد اینکه قطع شده این آبها روانهای دور دارن خودشون رو میرسونن تا بچه چیه چی میشه؟ تا دیگه انقدر در واقع این زمان میگذرد که شما میرسید چی؟ به همون دبی چی؟ پایه بخونه که ثابت بیکار به بارندگی نداریم تا انگار تمام روانها اومدن به نقطه خروجی رسیدن و چی دیگه؟ خارج شدن. حالا بچه ما این در واقع میشه چی؟ میشه بحث چی؟ هیدروگراف. پس هیدروگراف بچه چیه؟ تغییرات دبی در کجا؟ در نقطه خروجی و حوزه طی یک افتاد چی؟ بارندگی مشخص. چون طی یک افتاد بارندگی مشخص یعنی شما یک بارندگی رو افتاد بارندگی داشتید، طی یک افتاد بارندگی در نقطه خروجی و حوزه تغییرات در واقع دبی رو اگر رسم بکنید چیه؟ این میشه در عرض هم بودتون اسمش هیدروگراف. از باش میدونی هیدروگراف فقط معمول بارندگی نیست. مثلا ما هیدروگراف بحث در واقع خود رودخانه و این بحثا رو داریم که حالا یا این باز سیلاب و اینها رو داریم که ما عرض هم بودتون که بعد پید بشه که اسمش هیدروگراف سیلاب یا هیدروگراف در واقع رودخانه. بحث ما وقتی در این درس هیدرولوژی بچه وقتی نمیگیم چه هیدروگرافی واژه بی بعدش نمیاریم، منظورم اون هیدروگراف چیه؟ بارندگی است. یعنی هیدروگراف تحت اثر یک بارندگی چی؟ مشخص. پس هیدروگراف ما داریم بحث میکنیم اون چی؟ یعنی نمودار تغییرات دبی در طول زمان در طی یک افتاد بارندگی چی؟ مشخص. در طی یک افتاد بارندگی چی؟ مشخص. میشه تحت هیدروگراف چی؟ بارندگی.
حالا تمامه این هیدروگراف نیستی پارامترهای مهم داره یه پارامتر من جایی پارامتر در واقع از ابتدایی که دیوی شروع میکنه به بالا اومدن تا در واقع چیه تا انتهایی که در واقع دیوی میشه در حالا ما کاملا از حوزه خارج میشه آره؟ این با چی نشون میدیم بچه ها این با تی بی و بهش میدیم زمان چی؟ بهش میدیم زمان پایی بعد از زمانی که در واقع شروع میشه دبی به اضافه شدن از دبی پایی بیشتر شدن تا زمانی که در واقع برمیگردیم به دبی پایی این تی بی یا زمان چیه؟ پایی هیدروگراف هستش خب این زمان دوستان این زمان زمان چیه؟ این زمان زمان تی بی یا زمان اوج دیگه مثلا زمان اوج هیدروگراف هست تی بی هستش این هم مقفصه چیه؟ جا؟ پی مقفصه چیه؟ پیچ آه تی بی پیچ مثلا چیو پیک جرفتی بسنم دسته بسنم نشون دیدیم دیگه مثلا چیو پیک چیو پیک دوستان این پس این زمان ها زمان یه بچه ها این خب این دبی هم قاعده هست دبی چیه حالا تو نگاه بشه چیو پیش میگیم دیدیم در واقع دبی چی؟ پیچ ما هستش و یه زمان دیگه هم که بچه ها در هیدروگراف مطرح میشه زمان هست که بچه چیه؟ بهش میگن زمان تأخیر زمان چی آقا؟ زمان تحقیق با تیه چی نشون میدن؟ با تیه ال با تیه آقا اونه تیه ال یا زمان تحقیق چیه؟ من با تحقیق بمیسم بسید زمانه بین مرکز بارش تا مرکز سطح چی؟ هیدروگراف چیه؟ زمان بین مرکز بارش تا مرکز سطح چی؟ هیدروگراف بگیم چی؟ اردم به حدود که زمان چی تأخیر یا چی لگ درسته باز این الش از اون نام چرا چی ال میگیم چی لگ لگ تاش زمان تأخیر نه بابا این هیدروگراف معمولا اینطوری نشون میدن دیگه این هیدروگراف در واقع خود بارندگی نه بالا براش میزنن مثلا میگن آقا این بارندگی مثلا بارندگی مثلا چه میدونم چی ساعته بوده با چه ارتفاعی مثلا با ارتفاع ان سانتی متر بارندگی معمولا بارندگی مستطیل بالا نشون میدن گاه برندگی اون تیه ساعته بوده این سانتی متر ارتفاع بارش رو بوده حالا چون تیه ال چیه؟ تیه ال زمان بین مرکز بارش خب اگه این مصدقی زمان مرکز وسط بشه دیگه بین زمان مرکز بارش تا مرکز سطح چی بچه ها بس به مرکز سطح مثلا این هیدروگراف اینجا باشه در واقع این فاصله رو بچه چی میگن؟ این فاصله اسم تیه چیه؟ فاصله بین زمان بارش بچه ها تا چی؟ مرکز سطح این چی؟ هیدروگراف این هم بگن تیز بچه ها به این تیه ال یا تیه لگ الکترا گفته میشه زمان چی؟ در واقع تأخیر پس فاصله بین مرکز بارش تا مرکز سطح چی؟ هیدروگراف حالا این اصلا به چه معنا هست بچه ببینید اینکه حالا الواز محاسباتی الواز نمودانی میشه این ولی الواز تعریف تیه لگ یعنی چه بچه ها؟ تیه لگ میانگین زمانی که بچه تو میکشه چی؟ میانگین زمانی که تو میکشه و در واقع اون آب‌های ناشی از روان آب شما کلیه اون آب در واقع ناشی از روان آب شما برسه به نقطه چی؟ خون میشه حالا تیه لگ گفته میشه که در واقع به عنوان زمان تأخیر یکی از پارامترهای هیدروگراف هست بنابراین این هم از اجزای در واقع هیدروگراف هست پس هیدروگراف ما باید نمکن آنونم اگر بخوام بدون دو قطعه بدون دبی پایی اگر رسم بشه معمولا اگر بدون دبی پایی رسم کنیم بدون دو خب اگر این گراف من باشه اینم بارش من باشه پس اجزایی که بچه اینجا برای ما مهم شد چیه؟ ما یکی در واقع اردم بودمتون که شیوه پی رو داریم یکی زمان در واقع تی بی و پایه رو داریم یکی در واقع خود این تی پی رو داریم اصلا تی پی رو حالا بعدا توی بسیاری دروفه واحد و بسیاری دروفه مصنوعی میبینید تی پی رو مثلا میان از مرکز بارش در واقع تعریف میکنن تا در واقع اوج اینجا ولی تعریف کنیش بچه تو همین مشخص تی پی زمان رسیدنه به اوج ولی حالا بخاطر که الان تو آخر فصل که برسیم اینجا میبینید الان اشاره میکنم بازی وقت یه ساعت پیش نه حالا
بعد وقتا تیپی رو از مرکز بارش تعریف میکنم تا مرکز اوج روی هیدروگراف مثلا مصنوعی اشنایدر نیشه بخواهیدی تیپی از اینجا از مرکز بارش تعریف میشه ولی در طور میشه گفت تعریف کلیش برای هیدروگراف اما از زمان ابتدایی که در واقع شروع میشه به بالا اومدن دبی از دبی پایه تا زمان اوج باشه و یکی هم دیگر بگه اگه شما فرض مرکز سطح هیدروگراف اونجاست این زمان مرکز بارش تا سطح هیدروگراف چیه لگ میشه اینا در واقع اجزاء چیه هم بقول مردن اجزاء هیدروگراف شما هستن در واقع اجزایی که برای ما خیلی مهم منش میده در بحث هیدروگراف اون کیو پیک مهمه این تیه بی مهمه این تیه پی مهمه و البته تیه لگ هم در واقع حالا این اجزایی که نمیشتیم برای که شما این گراف واحد اجزاش مهمی اجزای کنان اینجا برمون در واقع اندیس گذاری کردیم این اجزا اجزا مهمی هستن در بحث هیدروگراف ها حالا غیر از این اجزایی که حالا اجزای محاسباتی برای ما هستن دوستان معمولا حالا وقتی میگم اجزای هیدروگراف برای اجزای هیدروگراف یه تقسیم من نمیگم دارن حالا این میگم خیلی مهم کاربردی نیست میگن آقا مثلا در واقع ما این قسمت در بازو میگم یا بازوی A تا B، بازوی B تا C و بازوی C تا D و بازوی A تا B رو میگم بازوی بالا رونده این B تا C رو میگم دوستان تاج هیدروگراف و C تا D رو میگم چی ها؟ بازوی پایین رونده یه همین تقسیم بندی هم میکنم یعنی میگم با یه بای بازوی بالا رونده داریم یه B تا C که تاج در واقع اون هیدروگراف به ما هستش که همون حوله ها شده بیا اوجه و سیدادی که بازوی چیه؟ پایین رونده است یه همچه تقسیمندی هم تو منابع دارم در هیدروگراف بازوی بالا رونده، تاج و بازوی چی؟ پایین رونده این هم حالا در واقع به عنوان اجزای هیدروگراف شناخته میشه حالا از بچه میگم بریم بچه اتون دسته میشه مرز کنیم هیدروگراف بحثاش خیلی مفصله خب اگه مراجعه کنیم منابع مثلا تو همین بازهایی که من میگم روش بحث زیاد میشه حتی مثلا برای بازی کننده فرمولای متعدد داریم که این بازی کننده منحنی چه تابعی داره چجوریه ما نمیخوایم الان وارد اون بحثا بشیم در واقع در حد گفتم ضرورت که به عنوان هیدرولوژیست که رفت در حد لیسانس رو باید پاس بکنید کلیات هیدروگراف رو بدونید قرار بحث بکنید وگرنه اگه تو منابع نگاه کنید بچه این بحثا بحثای مثلا بازی کننده بحث مفصلی داره تو منابع که در واقع از چه تابعی تولد میکنه ولی در واقع ما در حد فقط آشنایی خدمت میشیم اشاره میکنیم و اون قسمت هایی که حد در قدر که خیلی مهمه توی هیدروگراف بلد باشین و بعد به نظر من هم شما رو اشاره پس این کلیت تعریف چی؟ هیدروگراف فقط بعد شما من چون برای تیه لگ بسیتون شما فهمید تیه لگ چی شد مثلا تعریف تیه لگ چون من یه چیزی گفتم شما هم در واقع خیلی سوال هم نپرسم الان تیلک بچه ها گفتیم مفهومن به چه معناست الان؟ مرکز بارش تا مرکز سطح خب نه این که تعریف در واقع یا تو ترسیم محاسباتی به چه مفهومیه؟ به چه معنایی؟ این جواب میگیم بابا این به چه مفهومیه؟ چه مفهومی رو رسونه این تیلک؟ چون من الان گفتم ولی دوستان خیلی دقت هم نکردن و به نظرم قدر هم نیست رو بینه صحبت بکنم آقا تیلک الان چه مفهومی رو میخواد برسونه؟ این زمان اسمش هم میشه دیگه زمان تأخیر برای رطوبت خاک رو میخواد برسونه؟ رطوبت خاک رو میخواد برسونه؟ چرا به رطوبت خاک داره؟ اگه رطوبت خاکمون کم باشه اون رطوبت خاکمون کم باشه اون جذب آبمون بیشتره اون نمودار کوچیک‌تره بعدش فاصله بیشتری طول میکشه تا به اون وسط نمودار هیدروگرافمون برسه و اگه اینطور نباشه برعکسه یعنی اون آب بیشتری روان آب میشه بعدش اون نمودار زمان نمودار بارشمون بزرگتره بعدش فاصله‌اش تا اون نمودار هیدروگرافمون کمتر اصلا چرا اسم گذار زمان تأخیر چون اسم چرا زمان تأخیر این واژه‌اش بالاخره یه مفهومی داره دیگه چرا این فاصله رو اسم گذار زمان تأخیر آره تأخیر چی اصلا داره بیان می‌کنه الان ها این زمان مفهومی میشه که مثلا بارش که مثلا سر میگیره درسته؟ اما بیمه شد دقیق این حالا درست بود فاصله
مرکز بارش تا مرکز سطح هیدروگراف تعریف ترسیم میشه. ولی به چه معناست زمان تأخیر براتون؟ یه بحث اینه که شما باران که میاد کلیت چه داریم؟ یا آتو باران که اینجا میاد به رزد باران اومد که همه آبا اینجا جمع میشن، یه زمان تأخیری نیازه، یه زمان تأخیر رخ میده تا بارانی که اینجا باریده در واقع چی بشن؟ همه این باران ها بیان چی بشن؟ بیان در این دوتا با هم جمع بشن. یعنی شما یه زمان تأخیر چی میشه؟ اون زمان که طول میکشه تا این روان‌آواهای در واقع تولید شده توی این حوزه آبریز شما خودشون رو برسونن به چی؟ خودشون برسونن به نقطه در واقع خروجی. یه جورایی از در واقع یه جورایی تبدیل در چیه؟ در واقع همون چیه؟ زندگی همون تعریف دیروز زمان تمرکز بسه تقریبا بچا چیه اگه دقت کنید تقریبا چیه بچا همون تعریف زمان تمرکز میشود. چرا؟ چون زمان تمرکز تعریفش بود زمان تمرکز مدت زمانی بود که طول می‌کشه تا دورترین قطره آبی که تو حوزه علاوه بر موقعیت دورترین زمان اونجا بحث کردن دورترین فاصله هیدرولوژیکی از دورترین فاصله هیدرولوژیکی یا هیدرولوژیکی بتونه اون قطره خودش رو برسونه به نقطه چی؟ خروجی. این تقریبا مثلا نگاه تی ال میشه همون داره زمان تمرکز ما رو تقریبا همون زمان تمرکزه، چون به این معناست که در واقع همون زمان است که چون یه چون دورترین نقطه‌ای که بچه‌ها می‌خواد خودش رو برسونه قاعدتا یه زمانی بود که دیگه یه زمان تأخیری داره تا دورترین نقطه خودش رو برسونه با این آبای چی جمع بشه. فقط یه بحث اینجا رو دیگه اونم بس کردی حالا اگه حوزه بزرگ باشه اون دورترین قطره که این داره می‌خواد خودش رو برسونه اینجا باید مثلا چون قبلش بارش قطع شده قاعدتا اون زمان تمرکز مساوی با زمان اوج نیست. اینجا می‌بینید بچه‌ها ببینید در واقع اگه چه می‌دونن زمان زمان اوج قبل از زمان تمرکزه درسته؟ قبل از زمان تأخیر دیگه ببینید از زمان اوج شما تی پی کمتر از تی ال. چرا؟ چون برای اوزار بزرگ اینجوری که اگه قبلش اون دورترین قطره خودش رو برسونه به اینجا قبلش باران قطع شده بنابراین وقتی باران قطع شده چیه؟ دبی اوج شروع می‌کنه به پایین اومدن دیگه درسته؟ اینو تقریبا می‌خوام بگم بچه‌ها این تی ال که تقریبا میشه گفت شبیه به همون زمان تمرکز ما رو داره بیان میکنه، البته دقیق اون نیست ها، ولی تقریبا نزدیک به همون مفهوم زمان تمرکز میشه. پس وقتی میگم زمان تأخیر یعنی اون تأخیری که رخ میده تا این آبهای ما بتونن خودشون رو از نقاط مختلف برسونن به نقطه چی؟ خروجی. مثلا نقطه چهار خروجی. حتی چیه دیگه میانگین زمانه دیگه زمان میانگین یعنی زمانی که در واقع طول میشه تا این اتفاق چیه بچه ها؟ به این اتفاق ها بیافته. خب پس این هم عرضم بودتو که از اجزای هیدروگراف و خود تعریف پس هیدروگراف بچه ها بگودم انگار تغییرات زمانی دویست تغییرات زمانی دویست الان بچه ها دقیقا خود وقت داریم ما در فصل قبلی چی حساب میگردیم؟ ما در فصل قبلی تغییرات زمانی دویست حساب میگردیم خود دویست چی برای مهم بود؟ اوج ما اگه نکرده باشیم من تو در قسمت قبلی ما گفتیم بوده چیز مهم داره بوده چیز مهم چی میخوام شجاع حساب میکردیم در فصل قبلی اصلا ما بوده چیز حساب میکردیم در فصل قبلی این حجم روان ها بود دیگه چی؟ دبیو ما این دوتا رو فقط حساب میکردیم بگونه مثلا من اگه سازهای نگهداشت آب میخوام حساب کنم این نیاز دارم اگر سازهای انتقال آب میخوام طراحی کنم دبیو اوج میکنم این دوتا رو حساب میکردیم ولی وقتی ولی کاری نداشتیم که آقا این کی به دبی اوج میرسه کی چند میشه چوری چند میشه مهم فقط خود عدد دبی چی بود؟ اوج بود یا فقط مهم قد خود روان آب بود ولی باید نگاه کنید شما الان در هیدروگراف یه برای این دو تا عدد خود تغییرات دبی هم دارید یعنی این یه بچه برای اون جاهایی که شما در واقع تغییرات زمانی دبی هم براتون مهم میشه نگاه کنم بچه ها من اگه هیدروگراف داشته باشم یه بدون دبی پایی بچه ها بگیشتم دیگه اگه هیدروگراف من باشه اگه هیدروگراف من باشه اینجا خود شما چیوپی رو اینجا دارید بسید؟ غیر از چیوپی بودیم مثلا ما دیگه چی رو حساب میکردیم قبلا برمان رو حج الان بچه حج رو روانا رو از کجا دست میگید؟ آیا اگه من دیم؟ اگه هیدروگراف داشته باشید حجم روانا با استاد هم مساحت زیر اون نمودار نیست احسن مساحت این زیر نمودار بچه همون حجم چیه؟ روانا با داریم؟
چون این محور قانونش چیه؟ محور با خودش زمانه. مساحت میشه چی؟ اگه من بگم مساحت زیر این نمودار اس میشه انتگرال چی؟ کیو. درستون؟ انتگرال کیو در چی دیه؟ تی دی. و بعد انتگرال کیو دیه تی میشه همون چی؟ تو میدونی که دوی ضرب در زمان میشه همون چی؟ حجم دیه. دوی ضرب در زمان میشه همون چی؟ تمام حجم روانه. درست؟ پس بنابراین مثلا نگاه کنید شما در اون فصل قبلی ما فقط خود عدد حجم روانه رو گفتیم ما مثلا روش SCS اینطوری حساب یا در اون چهار تا روش یه دونه از منطقی و استدلالی و دونه SCS 4 5 5 حرفی اینجا فقط چوپی پرسون کردیم ولی باشه هیدروگراف هیدروگراف یه فقط صرفا یه عدد نیست هیدروگراف هم چوپی به شما میده هم تغییرات دیگه میده هم میتونید با داشتن این نمودار حجم روانه رو حساب کنید یعنی این اون جایی برای ما مهمه دوستان که ما تغییرات دبی در طول زمان رو هم نیاز داریم در این حال بس فقط در مثلا این خون هیدروگراف رو دارید نگاه اون بحث قبلی رو هم دارید این یه چیز جامعه این هیدروگراف یه چیز جامعه است که اگه داشته باشیم بچه ها تمام اون پارامترهای مهم محاسباتی رو به عنوان یک کسی که قرار سازه‌های آبی طراحی بکنید از اون هیدروگراف میتونید چیکار کنید در بیارید خب پس این چی شد بچه ها؟ این کلیت تعریف چی شد؟ هیدروگراف و اجزای چی؟ هیدروگراف که خدمتتون عرض شد نکته بعدی هم چه میخوام خدمتتون عرض کنم این بحث تعریف در حال بحث محاسباتی بشیم اونم بیدید بچه نگاه کنید شکل هیدروگراف تابع چی قاعدتا؟ شکل هیدروگراف تابع چی عوامل است بچه؟ مثلا یه هیدروگراف این شکلی، یه هیدروگراف مثلا این شکلی میشه بچه یه هیدروگراف مثلا این شکلی میشه دوستان اینا چی بچه باید میدونیم مثلا زمان باش بگی برتر بره ورتر بره بالاتر چی ها محصده باید تو شکل هیدروگراف؟ نه دیگه چی؟ دبی اوج نه از کجا این ناشی میشه دیگه بگیم بله این دبی اوج جا بجا بجا چی باعث میشه این دبی اوج مقدارش یا زمان رسیدن به دبی اوج جا بجا بشه؟ فقط بارش شدت بارش بسیار عالی اینجوری مطلب مثلا اگه بخوام میشه که اینو تابع چیه با توجه به حرفای شما دو دسته کلی میکنیم ببینید تابع عوامل در واقع هواشناسی است یا همون تابع عوامل بارشه این تابع عوامل چی بچه ها؟ عوامل فیزیوگرافی چی؟ حوزه هم مشخصات حوزه اینطوری بگیم چون تو بحث شما بود بعد ها ارتباط به جنس خاک کردیم بعد به باران رفتیم مثلا کار درست هم درست هم میگه بچه شکل هیدروگراف تابع دو تا بحثه تابع عوامل در واقع بارش و تابع عوامل چی بچه خود حوزه فیزیوگرافی بازه بچه این مشخصات حوزه اینطور باز نمیستم بگید این یعنی چی؟ عوامل مشخصات چی؟ خود حوزه قابل این دوتا بحث باید هم بچه عوامل بارش یعنی چی؟ بارش چی توی محصله که خود شدت بارش داره؟ بحث پراکندگی بارش های بارش یک نواق بارده غیر یک نواق بارده این بحث شدت یکی بحث چیه؟ یه بحث حتی بچه ترسیم میشنم بودن حرکت اصلا چی؟ حرکت جبهه بارشه مثلا میگن آقا حیاتی حوزه جبهه بارش داره به سمت خروجی حوزه حرکت میکنه یا نه؟ در واقع جبهه بارش داره خلاف خروجی حوزه حرکت میکنه دقیقا منظور خیلی مؤثرات این حوزه شماست فرد شما توده بارانزاتون داره به سمت خلاف خروجی حوزه حرکت میکنه یا نه اگه زمان این جبهه بارش داره به سمت پس اون قبل حوزه بزرگه این جبهه بارش شما داره توی حوزه حرکت میکنه و قاعدا رفت مشخصه وقتی جبهه بارش به سمت خروجی حوزه حرکت میکنه چه اتفاقی میفته قاعدا هم دبی اوجتون بیشتر میشه هم زمان رسن به اوج میشه کمتر میشه سریعتر به اوج میرسه میشه این نمودار ولی اگر جبهه باران داره شما داره از خود روجه حوزه داره دور میشه و ولی دور میشه قاعدا چی میتونه چون هم زمان رسیدن به اوج بیشتر میشه هم دبی اوج میشه کمتر میشه پس اون عوامل بارش میتونه که موثره یکی هم میگفتیم این فیزیوگرافی و مشخصات حوزه شما خیلی مهمه حالا چیا توش موثره یا مثلا میگه یکی خود شکل حوزه است خودشی شکل حوزه است بس کردیم تو اسلاید تا فیلم مجازی بودم بچه بود این شکل حوزه شما یادتون بچه‌ها میگه ببینید ضریب کشیدگی داشتیم ضریب دایره ای ضریب کرولیوس بود من داشتم دیگه گراویلیوس بود اسمش میکنم که مثلا آیا این حوزه دایره ای آیا این حوزه کشیده است حوزه پهن درسته اینا خیلی فرق میکنه دیگه دوستان چه بده حوزه باد بزنید شما مثلا یه زمان یه حوزه مثلا داره تقریبا یه حوزه این شکلی تقریبا دایره ای است نقطه کلیش اینجاست یه زمان بعد یه حوزه چی داریم کشیده داریم نقطه کلیش اینجاست
اون خیلی فرق میکنه دیگه. بس کردیم قاعدتا بس در این حوزه که تقریبا دایره است که بچه‌ها با این حوزه کشیده دودوده به موجش بیشتره دایره. چرا؟ چون اینجا سریعا نقاط دور هم میتونن خودشون برسن چی؟ به این نقطه با این نقاط نزدیک با هم جمع بشن دیگه اوج زیاد میشه. ولی اینجا نه، این نقطه این روزا خوش بخواد برسونه باران قطع شده به من دیگه اوج چیه؟ همه آبها با هم جمع هیچ وقت نمیشه دیگه اوج نمیتونه پایین ببینید. پس شکل حوزه ها خیلی مسته که شکل حوزه بودید. یا مثلا دوستان اشاره کردن همچه من چرا شیل حوزه چی محصله؟ شیل حوزه مثلا آقا این شیل حوزه من اگه زیاد بشه چی میشه بچه ها؟ سریعا آقا پاس میزنه به چی؟ خروجی. زمان رسن به اوج خیلی میره کم میشه، زمان رسن به اوج خیلی کم میشه. حتی شاید دیگه اوج هم زیاد بشه آقا چون سریع میتونه آقا پاسو برسونه زمان تمرکز کم میشه دیگه. بنابراین زمان تمرکز چون کم میشه احتمال داره همه آقا باید بتونن جمع میشن. بنابراین یا دوستان مثلا اشاره کردیم حتی چی؟ جنس خاک. و حالا من میگم جنس خاک و پوشش چی؟ بیاهی. برای اونو مستر قطعاً شما جنس خاکتون اردن به حولتون که یه جنسی باشه که در واقع آب بیشتر نفوذ کنه و بیشتر نفوذ کنه کمتر روان آب تولید میشه. یا در واقع پوششی هم همینه. اگه شما توی یک سیستم پوشش گیاهی زیادی دارید چه تانو دا چا؟ پوشش گیاهی زیاد اولا نفوذ رو زیاد میکنه، ثانیاً چه برگام هم زیاد میکنه، جلوی آب رو میگیره در واقع، شما روان آب رو چی میشه؟ کم میشه. یعنی هم دیگه اوجتون میاد پایین، هم زمان اوجتون میاد پایین. ولی اگه پوشش گیاهی نداشت چه خوش میشه دیگه تو زمینه بچه بایر خود بودن سیل خطرناک بود. باران که میاد سریع چی تو چی میشه؟ روان مثلا زمان اوج رو میره بالا. آره زمان اوج بر زمان اوج مثلا زمان رسیدن به اوج طولانی تر میشه تونه تر. بنابراین دوستان ببینید مشخصا اینو که ما چون قبلا تو فصل قبلا تو از جلسه مجازی مون بحث کردیم، ولی اینجا چون تو این فصل جاش اینجاست در واقع ببینیم بچه‌ها این هیدروگراف شکلش تابع و دو تا عامل کلی است که عوامل مربوط به خود بارش که عوامل مربوط به خود ارزان بودتون که حوزه است. و نکته هم بچه‌ها اشاره می‌کنم بازم بحث مثلا میگن آقا این بازوی پایین رونده چون در بازوی پایین رونده جوری است که باران چی شده قطع شده. بنابراین در بازوی پایین رونده فقط عوامل فیزیوگرافی حوزه مؤثره، ولی تو بازوی بالا رونده جفت عوامل مؤثره. تو در بازوی بالا رونده باران هست و در یه تیکش باران هست. بنابراین دوستان اینجا هم عوامل بارشش مؤثره هم عوامل مشخصات حوزه، ولی در بازوی پایین رونده فقط میگیم عوامل فیزیوگرافی حوزه مؤثره چون دیگه باران خیلی وقت قطع شده. حتی بعضی در بازوی بالا رونده هم این باران قبلش قطع شده ولی همچنان دبی میره بالا. یعنی دوستان واضحه دیگه. ولی اینکه بچه باران قطع شده بازم به این معنی نیست که دبی نره بالا دبی اوج. چرا؟ چون باران هم که قطع شده هنوز آبهایی در این بورها هستن که شاید در واقع رسیدنشون به اینجا دبی رو بره بالاتر. یعنی این امکان هست که تو تا ببره بالاتر در واقع دبی اوج شما. خب پس اینا عوامل است که قاعدتا مؤثر تو بحث هر دم بمونتون که خود هیدروگراف چی؟ حوزه و تعریف هیدروگراف حوزه. این چی بود چه؟ این یه مقدماتی از بحث هیدروگراف و آشنایی با هیدروگراف که دوستان ما با این هیدروگراف چیه؟ آشنا شدن دیگه حتی آشنا بودن و همش نکرده و کلیت هیدروگراف یه میگه همون تغییرات بینی در طول زمان رو مطرح. حالا به بچه ها ما این هیدروگراف در خدمت شما عرض کردیم و همون با هم بریم یک در واقع هیدروگراف خاصی رو تعریف میکنیم که هیدروگراف خاص بچه بسیار با کار برده و کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم در واقع در حوزه همون هیدروگراف های بارش رو چکار کنیم به دست بیاریم. و اون هم بچه ها از این وقت بچه یه درس خیلی مهم میشه و محاسباتی هم بگیم میشه اون تعریف که بچه بسیار مهم تو بحث هیدروگراف و چیه؟ بحث هیدروگراف و چیه دوستان؟ بحث هیدروگراف واحد هیدروگراف چیه ما؟ واحد هیدروگراف واحد هیدروگراف واحد چیه؟ خواهشم تو تعریف دقت بود این بسیار بچه مهم دیگه تمام بحث رو بچه از این وقت بحث هیدروگراف واحد کنه. هیدروگراف واحد که بچه ها میگیم در واقع چیه؟ هیدروگرافه در واقع بچه ها ناشی از یک بارش با مدت زمان
مشخصه. مثلا هیدروگراف باید چیه؟ هیدروگراف ناشی از یک بارندگی با مدت زمان بارش مشخص که روانابه واحد و داخل پرانتز اون یک سانتی متر تولید نمودند. که روانابه واحد به یک سانتی متر تولید نمودند و در طول این بارش شدت باران و شدت بارش یک نواخت است. در طول این بارش شدت بارش یک نواخت است. این تعریف هیدروگرافی میتونه بهتون بسیار مهم ها این بحث میکنم باید میگم کل بحث همه قاعده همه دو واحد ها بباشر تعریف چی کردید؟ باید باشر هیدروگراف واحد هیدروگراف اول ما دارد کنید هیدروگراف واحد بچه ها برای بارندگی با زمان مشخص تعریف میشه. یه شما این هیدروگراف واحد بارش یک ساعته، هیدروگراف واحد بارش مثلا دو ساعته. این شما هیدروگراف های واحد برای بارش مشخص تعریف میشن. گفتم مثال مثلا میگن آقا هیدروگراف واحد مثلا چی؟ یک ساعته. هیدروگراف واحد چی مثلا دو ساعت. یه هیدروگراف اولا بچه هیدروگراف واحد برای چی؟ یک بارش با مدت زمان چی؟ مشخص برطرف میشه اول. ثانیاً دوستان در طول این زمان بارش فرض بچه ها میدارمه در طول زمان بارش فرض بر این است که چی؟ فرض بر این است که شدت بارش چیه؟ ثابت و این نواد. این خیلی مهمه بچه ها. ما فرضیاتون در هیدروگراف واحد چی بس؟ فرض ما در این واحد اینه یک شدت بارش در طول بارش ثابت است. دو در واقع بارش به طور یک نواخت در کل حوزه میبارد. این ها تو مثل نگفتم ولی همون فرضیات که برای ما این واحد داریم از چی باید تو فرض رو میخوام بگیم که شدت بارش ثابت است. این بچه ها بارش به طور یک نواخت در کل به چی بچه ها؟ در کل بود. این بارش که شما دارید فرض کنید که به طور یک نواخت چی اینطوری نیست که مثلا در یک تیکه فقط از حوزه وارد باشه. شما گفتید بچا خدا حوزه بزرگ بعد بارش های شما منطقه است. ولی فرض ما اینه که بارش در کل حوزه به طور یک نواخت چیه وارد و شدت بارش هم در طول این چیه ثابته. و مهمترین نکته بچا نگاه واگرتا اسمش چرا شده نگاه واحد فلسفه این نامگذاری به قول دوستان وجه تسمیه این نامگذاری رد کردن به همون چیزی که آخر سر بود میگه هیدروگراف واحد بچه هیدروگرافی است که در واقع تحت اثر بارش ایجاد شده است که این بارش چی بچه ها در واقع روانابه چی؟ واحدی رو تولید کرده. این روانابه تولید شده از این هیدروگراف چی بچه ها؟ این روانابه چیه؟ واحد ما روانابه یک سانتی متر واحد اونجا سانتی متر این یک سانتی متر روانابه تولید کرده. یا به عبارت دیگر بچه ها دقت فرمایید ما میگیم اگر من هیدروگراف هم میخواد واحد باشه هیدروگراف واحده. که اگر مثلا من هیدروگراف رو رسم کنم اگر هیدروگراف رو من رسم کنم ارتفاع روانآب کار چی بود بچه؟ ارتفاع روانآب من باید بشه چقدر؟ هیدروگراف واحد؟ دوست میتونیم واحد دار روانآب شو بسام کنم بچه ها ارتفاع روانآب در واقع هست حجم روانآب تقسیم بر مساحت چی؟ حوزه دیگه رو دارید؟ شما اگر حجم روانه ها رو تصمیم مسئلت حوزه کنید ارتفاع روانه ها چی میشه؟ ارتفاع روانه ها به دست میدن. خب دوستان حجم روانه ها چجوری حساب میشه گفتیم؟ حجم روانه ها چی بود؟ گفتیم مساحت زیر؟ مساحت زیر نمودار هیدروگراف تقسیم بر مساحت چی؟ تقسیم بر مساحت حوزه. این اگه شما مساحت زیر نمودار هیدروگراف رو تنها مساحت حوزه کنیم بچه باید کارش چند میشه؟ یک سانتی متر. پس هیدروگراف واحد بچه هیدروگرافی است که اگه شما مساحت زیر این نمودار هیدروگراف رو تقسیم بر مساحت حوزه تون بکنید و ارتفاع روانها میشه چقدر؟ یک سانتی متر. به عبارت دیگه بچه چی بارش روانابی که تولید میکنه روانابی که ارتفاع روانابی که تولید میشه تحت اثر هیدروگراف ارتفاعش روانها چقدره؟ یک سانتی متر. یعنی ارتفاع روانابش یک سانتی متر. یا برگه ما بگیم ما این بارشی که اینجا باریده این بارش ما
در واقع باعث تولید روان ها چه نشده؟ باعث تولید روان ها به یک سانتیمتری شده. درست؟ یه نقطه بچه اونجا قرار ما تکمیل بکنم، اونم اینه که بچه وقت میگم شدت بارش ثابت باشه، بارش بتونه گیره ها در کل حوزه بارش باشه. چون اینجا وقتی من بارش این بارش میگم توی دیگاه بار منظور از این بارش، بچه بارش چیه؟ منظور از این بارش همون بارش چیه؟ بچه مؤثر یا بارش چیه؟ مازاد ما نبتونید؟ بارش مؤثر یا بارش چیه؟ مازاد میدونست این خیلی خیلی در یک گراف واحد، من میگم این گراف واحد یک ساعت در این بارش یک سر باشه، این بارش مؤثر من، مازاد من یک سر باشه، بارش مؤثر من شدت ثابت باشه. بارش مؤثر و مازاد چی بود بچه ها گفتیم؟ از این برگا و چاله اون مقدار بارش که دیدی بچه ها ازش برگا و چاله و نفوذش کار کردیم؟ کم کردیم برگا و چاله و نفوذ چیه؟ کم کردیم. این اگر شما مثلا این بیتو گراف بارش باشه، وقتی این دو گراف بارش میتونه باشه این هیدروگراف بارش. خب این مثلا بارش مؤثر یا بارش مازاد اون تو فصل نفوذ خوندیم دیگه. تو فصل نفوذ داره بارش مازاد رو بخواد تشکیل بدیم تو ترایش بود یه انیسی داشتیم بنام انیسی چی بچه ها فی یادتونه؟ یه انیس فی روا خط بود که اگر مثلا یه خط انیس فی اینجا بود مثلا این مثلا انیس فی چی بچه ها؟ اون بارانهای بالای یه انیس فی بارش چی میدن؟ مازاد بودن. یعنی زیر این خط اندیسفی باید تو بارش های میدنگی طبیعه چون اینه تلفات بگید باتونه؟ مثلا اگه هم بگردیم متعامانی که انشاءالله خودتون هم بگردیم و بفهمیدید چی به چیه؟ استاد پس تلفات به برگا و چالا و اینا میگیم یا؟ برگا و چالا و نفوز و تلفات درمان اینا تلفات تلف نمیشن استاد نمیشن استاد نه درسته بیا حل آخه واژه در واقع بخوای عمومی نگاه بکنی اینا بود معنی تو بود تلف شدن مثلا اون آبی که نفوذ کرده رفته آب زیر زمین ما تغذیه کرده ببین علاوه اصطلاح عمومی رایج اون تلفات محسوب نمیشه ولی تو اصطلاح هیدرولوژی تلفات یعنی اون مقدار آبی که تلف روانا نشده نه که واقعا این آب تلف شده مثلا آب یا رفت نفوذ کرده آب زیر مثل یا اون تبدیل با دور برگشته به یعنی برای هیدرولوژی اونایی که جیستا هیدرولوژیستا خب بعدش استاد اون آبی که روان میشه مهمه یعنی با ارزش داره نمیشه گفت با ارزش آبی که روان میشه محاسبش خیلی برای ما کلیدیه اصول ما به معنی نیروش مثلا آبی که روان میشه برای ما خیلی مشکل ساز چون مشکل هدف استفاده کنیم آبی که ما تو مال محاسبه بودیم فعلا محاسبه کنیم میتونیم باز رسم کنیم بعد ازش استفاده کنیم سازا رو برنامه سازی طراحی میکنیم اصول اینه وگرنه مثلا برای باد هیدروژئولوژیست اینو ژئولوژیست اینه اون آب زیر زمینی کار دیگه کسی که آب زیر زمینی کار میکنه باید برای اون نفوذه مهمه یعنی اون مقدار آب که نفوذ میکنه ما میگه چقدر آب میاد آب زیر زمین تغذیه میکنه ولی تو اصطلاح هیدرولوژی وقتی میگم که تو بعضی باش تلف ها اینا آبی که دیگه تبدیل روان آب نشده اینا انیسفی ها خیلی مهمه و انیسفی اینجا بس این را بالا یک ساعته بچا برای اون بس بارش مؤثر و مازاد نه اینا میگه آب بارش مؤثر و مازاد شما در واقع زمانش برای من مهمه و این بارش مؤثر و مازاد هم فرض بکنه چیه؟ این شدت بارش مؤثر فرض بکنه شدت بارش مؤثر چیه؟ ثابت اما تو شکل من شدت بارش مؤثر ثابت نیست دا خب این شدت بارش متغیره اینجا این لده اینجا این لده اینجا این لده ولی ما توی دو گاه واحد فرض بکنه که شدت بارش مؤثر ما چیه؟ خب پس این هم دوستان چیه؟ این نکته هم خیلی دقت کنید که ما منظور بارش که اینجا میدیم در هیدروگراف واحد بارش مؤثر یا مازاد هستش. پس بچه ها هیدروگراف واحد پس چرا واحد شد؟ چون ارتفاع روان ها بگید تو این بگید ارتفاع روان ها چیه؟ یک سانتیمتر یا واحد هستش و این هیدروگراف واحد پس این هیدروگراف واحد کارش چیه؟ میتونیم من الان کلیت اصلا ذهن شما رو باز کنم که ما چه بردیم بس بردیم بچه ها شما اگر اینطوری میخوام بگم اگر هیدروگراف واحد بچه ها یک دشت و یک موزر داشته باشی میتونید دیگه در واقع چیکار کنید هر هیدروگرافی که خواستید برای اون موضوع چیکار کنید پیش بینی بکنید و ترس بکنید من بس مایی یعنی ما میگه اگه هیدروگراف واحد داشتی تمام جای دشت تو اگه هیدروگراف واحد یک ساعت رو داشتی میتونیم یه هیدروگراف واحد چی در واقع مثلا 3 ساعتش هم رسم کنیم 5 ساعتش هم رسم کنیم جا آره حالا ادم ها میشن محاسباتش رو به شما میگم خود رست میشن شما نمیخواد و این محاسبات رو میتونه انجام بدید و نهایت تبدیل رستش میکنید اینا شما دارید شما اگر هیدروگراف واحد رو داشتیم اگر هیدروگراف واحد رو شما داشتیم میتونیم بقیه هیدروگراف ها رو کنیم
برای بارندگی‌های مختلف از این هیدرو وارد هیدروفایل دیگه استفاده کنیم. تو کافی هیدرو وارد داشته باشی بعد می‌تونی هیدروف در واقع بقیه بارندگی‌ها رو استفاده کنی تولید بکنی. این خیلی مهمه. به معنی هیدرو داشتن هیدرو وارد خیلی مهمه. حالا ما چجوری بچا تولید می‌کنیم هیدروفایل دیگه از هیدرو وارد؟ دو تا اصل بچا داریم. دو تا اصل داریم. در هیدرو وارد دیگه اصل تناسب پذیری یکی اصل جمع پذیری. این دو تا اصل بچه برای هیدروگراف مایل چی هم؟ برقرار هم. برای هیدروگراف مایل بچه این دو تا اصل چی هم؟ برقرار هم. یعنی چی؟ اصل تناسب پذیری اول بگیم. اصل تناسب پذیری باشه یعنی این اگه هیدروگراف مایل یک ساعته را مثلا تو برای شدت مثلا برای شدت مثلا 2 میلیمتر بر ساعت داری؟ حالا اگه برای شدت 4 میلیمتر بر ساعت خواسته باید چه کار کنیم؟ ضرب 2 کنیم با هم ساده ضرب 2 بکنیم میشه برای شدت فلان. ببینید این شما برای یک شدت خاص داری یک آقا یک ساعته مثلا برای شدت خاص دیگه مثلا شما یک آقا باید یک ساعته برای شدت مثلا 2 میلیمتر بر ساعت داری. حالا شما برای شدت 4 میلیمتر بر ساعت میخواید ضرب 2 بکنیم برای هیدروگراف 6 میلیمتر بر ساعت میخواید ضرب 3 بکنیم. اعداد هم هیدروگراف رو چکار میکنی؟ زد از 3 میلیمتر میشه هیدروگراف با حال یک ساعتی چی بزنن؟ شدت 6 میلیمتر بزنن. یه اصل تناسب پذیری هست. اصل جمع بذاری چی بزنن؟ اصل جمع بذاری میگه آقا میتونی با هم چکار کنیم؟ جمع بکنیم. یعنی چی؟ یعنی آقا یه باران اومده یه ساعتی نیست. باران مثلا 3 ساعت طول کشید. دقت کنید. باران مثلا 3 ساعت طول. شما یه ساعت داری. مثلا 3 ساعت باران اومده. در ساعت اول مثلا شدتش 2 بوده، در ساعت دوم شدتش 4 بوده، در ساعت سوم شدتش 6 بوده. حالا شما میخواید هیدروگراف این باران رو حذف کنید. این رو با واحد هم داره. هیدروگراف واحد یک ساعته برای 2 میلیمتر بر ساعت رو داره. حالا یه بارانی اومده که دو ساعت اول شدتش مثلا بوده 4 تا، دو ساعت دوم بوده 6 تا، دو ساعت سوم بوده 8. حالا تو هیدروگراف واحد یک ساعته چی می‌داری؟ 2 میلیمتر بر ساعت داری. حالا میخواد برای این باران رو هیدروگراف چی میشه؟ میام چیکار می‌کنیم؟ از این دو تا اصل با هم استفاده می‌کنیم. اولا میگم خب خب دو ساعت اول چند بوده؟ این 4 میلیمتر بر ساعت بوده. خب میگیم باز ضرب در 2 کنیم. میشه مال دو ساعت اول. در دو ساعت دوم چند بوده؟ 6 بوده. اون ضرب در 3 بکنیم. اون سوم هم ضرب در 4 بکنیم. اینا میشه تک تک دو ساعت مختلف. بعد این سه تا رو با هم چیکار می‌کنم؟ جمع می‌کنم. البته بخوام با لحاظ زمان تأخیرش ها. با لحاظ زمان تأخیرش. یعنی شما دو ساعت اول که باران اومده دو ساعت دوم هیدروگراف باید دو ساعت شیفت بدی سمت راست دیگه. میتونی میگم الان مثال حل می‌کنیم یا در اون 3 ساعت آخر دو ساعت آخر دو ساعت سوم بعد دیگه رو 4 ساعت شیفت بدی سمت راست بعد با هم جمع کنیم دیگه درستو بعد با هم جمع بشه فقط اون تغییر رو لحاظ کن بعد با هم جمع کن جمع این ستا میشه هیدروگراف چی کلش. یعنی به هر سادگی بچه‌ها اگه شما هیدروگراف اگه شما هیدروگراف در واقع واحد یک ساعته با این شدتی رو داشته باشی میتونی چیکار کنی؟ میتونی به هیدروگراف های دیگر چیکار کنی؟ تولید بکنی از روی این از روی چیکار کنی آقا؟ تولید بجا استاد وقتی میگیم هیدروگراف واحد یک ساعته با شدت 2 میلیمتر یعنی بارشی که با شدت 2 میلیمتر میباره و در یک ساعت ارتفاع روانه باش 1 سانتیمتر درسته؟ ارتفاع روانه تو میکنه 1 سانتیمتر باره. استاد میخوام بگم استاد کمتر نمیشه مثلا توی مثلا زمان کمتری به اون یه سانتیمتر برسه یعنی اون دیگه اون که میگه تو چه هیدروگراف دیگه هیدروگرافی تو ترسیم کردی هیدروگراف شما اینه نگاه با هر یک ساعت شما هیدروگراف که تونسته با این شدت با این شکلی که داره رسم میکنه یک گراما با هر تعریف هم میتونه رسم کنه دیگه چون یه سری مقیدات داری و از این مقیدات تو شکلی میشه این هیدروگراف وارد بشه استاد در واقع تو معاینات عوض کنی تو یا کم در برسه ما یه گراف دیگه میشه دیگه چون استاد در واقع مقدار ساعت و ارتفاع روانان اون ثابته فقط اون شدت تغییر میکنه شدت متغیر یعنی وقتی ما مثلا این یک بارش بارانی در مدت زمان کمتری به یه ساعت میرسه این در واقع شدت باران قبلی بوده که ضرب در این شده و در واقع زمان رو کمتر کرده زمان کم باید با شدت بیشتر داشته تونسته برسه مثلا به چی؟ به اون چون برای یک حوزه برای یک حوزه اگه مشخصات فیزیوگرافی حوزه عوض نشه قاطع هیدروگراف به ماست فیکس میشه دیگه هیدروگراف یک ساعته مثلا با شدت فلان برای یک حوزه همیشه هم میده دیگه برای این حوزه مادام مشخصات حوزه نه هم میده با شدت عوض بشه به ماست شما چی؟ اون هیدرو
هیدروگرافش میشه عددشون به خودشون منظما کمتری به اوجش میرسه اصلا. ولی اون دیگه فیکس برای موضوع دیگه، اون دیگه برای موضوع چیه؟ فیکس. پس من اینو گفتم بس من اینکه اگر شما در واقع هیدروگراف واحد رو داشته باشید برای شدت مشخص میتونید برای شدت های دیگه ای در واقع هیدروگراف چکار کنید؟ طوری باید بود اصل تناسب پذیری و اصل چی؟ جمع پذیری. حالا بریم اولین مثال رو با هم ببینیم، ببینیم که من رو عرض کردم و در اولین مثال رو بهتر میشه مشاهده کرد. برقا؟ آنه برقا رو بخونم که بهتر باید اون مثال که بزنید گفته اگر هیدروگراف واحد 6 ساعته حوزه ای حالا مطابق مثال قبل باشه که الان مشاهده میکنید من این بالا نشون بودم عجب دیگه این بچه ها کنید گفته اگر هیدروگراف واحد 6 ساعته حوزه ای مطابق مثال مثل این یعنی هیدروگراف واحد 6 ساعته اون مثال قبلی هست حالا ببینش بود یه هیدروگراف واحد 6 ساعته هست داره میشه در صفر صفر در شش عددی بود و امروز زیاد شده در تقریبا 18 ساعت به اوج رسیده 200 به اوجش و بعد کم شد. مطلوب از محاسبه و ترسیم هیدروگراف روانه مستقیم ناشی از بارش مؤثری به مدت 12 ساعت که در 6 ساعت اول 3 سانتی متر بارش مؤثر و در 6 ساعت دوم 2 سانتی متر بارش چی مؤثر باشه است. خوب شد؟ ما الان هیدروگراف واحد 6 ساعته رو داریم. درست؟ حالا یه هیدروگراف واحد 6 ساعته رو شما دادن، می‌خوان یه هیدروگراف رو رسم کنید که ناشی از بارش مؤثر است که 12 ساعت بوده. تو 6 ساعت اول 3 سانتی متر بارش مؤثر داشته، تو 6 ساعت دوم 2 سانتی متر بارش چی؟ مؤثر داشته. درست؟ حالا حتما شو، می‌خوام اینطوری کنیم. اینجا دو تا هست تو هم بکنم باید اول نمیده بچه ها هیدروگراف باید 6 ساعته یعنی در واقع چه روان ها رو باید تولید کنه روان ها رو 1 سانتی متر دیگه ولی الان شما در 6 ساعت اول 3 سانتی متر بارش مؤثر 3 سانتی در واقع روان ها با مؤثر دارید پس این در واقع 3 برابر هیدروگراف واحده یا مثلا در 6 ساعت دوم 2 سانتی متر بارد ارتفاع بارش مؤثر تو روان ها تو میشه که این دو برابر تو ما گفتیم که واحد برای 1 سانتی متر این دو برابر میکنه این 6 برابر اینو سه برابر شده تو بارش درست بعد اردم بودون که این در واقع اعلاق این رو دیگه های این زد در این شدت زد در این عدد میشه چون این هیدروگراف واحد برای 1 سانتی متر بوده دیگه این 3 سانتی متر شده و سه برابر بشه اعداد این هیدروگرافی اعداد این هیدروگرافی یعنی این هیدروگراف دیوی مثلا اینجا شکل بینید دیوی اینجا مثلا در دفعه 6 شده فقط در 12 دیوی چنده 100 بوده ولی برای این باران که 3 سانتی متر شده زدتون میره 300 300 میتونه میشه چرا؟ چون سه برابر اون هیدروگراف باید در واقع هیدروگرافی بود که 1 سانتی متر بعد بارش مؤثر یا روان رو میداشت اینجا چون 3 سانتی متر داره سه برابر میشه اعداد هیدروگراف اینجا چون 2 سانتی متر دو برابر میشه اعداد هیدروگراف یعنی اون عرضا میدن اون ارتفاعش دو برابر میشه این شکلی میشه مثلا خب بعد در گام آخر که این را مثلا سه برابر کردیم دو برابر کردیم بعد با هم چکار میکنیم؟ جمعش میکنیم فقط بود اون زمان تحقیر هم بعد چکار کنیم بچه ها؟ لحاظ کنیم حالا نمو بچه ها؟ من تو جدول توضیح میدم باشه دقت کنیم توی جدول تو باشه دقت کنیم برای که اونی چیلی ما میتونیم توضیح بکنیم این را خودی رو ببینید سان خب در زمان سرگیر این و تو داده های شد این ستون اول داده های شد بعد را تولید خب بگیم آه این ما سوال داریم ما هیدروگراف واحد 6 ساعته حوزه رو داریم هیدروگراف واحد 6 ساعته حوزه رو داریم این اعداد خب حالا میگم آه دبی هیدروگراف روانه و مستقیم برای 3 سانتی متر بارش مؤثر چقدر میشه؟ هیدروگراف واحد برای چند سانتی متر بارش مؤثر یا برای چند سانتی روانه به 1 سانتی متر این چند سانتی متره؟ 3 سانتی متر بعد باید عدد رو بزن چند کنم؟ 3 صفر در دسته که میگه 3 25 3 تا 75 50 تا 3 تا 150 تا و همین شده اینا زرد چی شده؟ در دسته شده خب این اومده از اون دیگه هم درمیابی در اومده تو عددشو نداشته و توضیح نده مثلا این عدده از درمیابی عدد در اومده خب یه این دوگرام چی بچه ها؟
6 ساعت اول 6 ساعت اول اون وقتی که کافی از در نتر میشه سه چون این 3 ساعت به بارش محصره 3 ساعت به روان آب تولید میکنه ولی این راه ماهی مالی نیست. حالا حالا دومی در رقم بچه این که میگم با تأخیر و لحاظ کنیم ببینیم دومی برای 6 ساعت چیه؟ دومه 6 ساعت دوم بچه این از کجا شروع میشه؟ از کجا شروع میشه دیگه بچه یه شما همین ادام نگاه کنید 6 ساعت دوم این مال 6 ساعت دومه پس شما 6 ساعت دوم از کجا شروع میشه بچه ها؟ علی نگاه کنید آقای این صفر اینجا میاد اینجا 25 میاد اینجا 5 میاد چی؟ اینجا ببینید میاد شما از اینجا یعنی همین اعداد بچه ها باید 6 دیری میاد از اینجا شروع کنید اول از ثانی از اول دو هم شده دیگه چون چیه؟ یورو واحد مال 1 سانتی بود بچه ها 2 سانتی پس این صفره توی این راه هست من از اینجاست این 6 ساعت اول هم سر جاش 6 ساعت اول 6 ساعت دوم از 6 ساعت دوم از اینجا شروع میشه پس اینجا صفر ضرب در 2 میشه 0 25 ضرب در 2 میشه چند 50 8 اردم 50 ضرب در 2 میشه چند 100 85 ضرب در 2 میشه چند 170 الی آخر فقط اون تأخیر را تو حواستون باشه که این بحث 6 ساعت بعد چی میشه شیفت پیدا کنه بیاد این برتر بیاد چون از 6 ساعت دوم این 6 ساعت دوم از اونجا شروع میشه خب بعد چهار دو رو با هم جمع میکنه 0 الی 0 میشه 0 75 الی 0 میشه 75 75 میشه 150 255 الی 50 میشه 300 اینا رو با هم جمع میکنی که اعداد چی میشه به دست میاد شما تونستین بچه هیدروگراف چی دست کنیم؟ تونستین هیدروگراف در واقع الان شکلشو بدم تونستید هیدروگراف رو برای یک بارانی که چقدر 12 ساعت اومده و در 6 ساعت اول 3 سانتی متر روان آب باشه در 6 ساعت دوم 1 سانتی 2 سانتی متر روان آب باشه چیکار کنی رفت حالا شکل هم بچه نگاه کنه چون این روان آب A روان A بعد از اول این روان آب از زمان چند شروع شده از زمان 0 شروع شده 6 ساعت اوله از کجا به دست اومده دبیهاش دو سه برابر دبیه یا واحد شده این هیدروگراف بی بچه از زمان چند شروع شده؟ شیش چرا شیش سی ست دومه از کجا به دست اومده؟ همون دبی های هیدروگراف واحد تنه چند شده؟ دو حالا این دوتا ای رو با هم شروع کنیم؟ جمع کنیم چی؟ هیدروگراف چی؟ ببینید سی برابر تا ای و ادابه به مجموعه چند سانتی متر روان ها باشه؟ دی آر ایچ این چیه؟ روان ها مستقیم دیگه خب این سه سانتی متر ایجاد میکرد دو سانتی متر چقدر؟ 5 سانتی متر روان ها رو مستقیم ایجاد میکنه بیشو دیریک دوستو ران آف پس جمع این ایلی و من جمع این ارزا شما میشه این هیدروگراف چه بچه ها؟ شما این ها شما شما این هیدروگراف واحد 6 ساعت رو داشتی توی گوزه هیدروگراف واحد 6 ساعت رو داشتی حالا شما رو بخواستید ببینید اگه باران بیاد که 12 ساعت بشه کاله در 6 ساعت اول 3 سانتی متر بارش موثر در 6 ساعت دوم 2 سانتی متر بارش موثر باشه این باران چه هیدروگرافی تولید میکنه و هم راحت بابا چون یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی شما تو دنبال چی؟ شما من هیدرولوژیست بخواه بینام اگه مثلا من یه باران توی منطقه بیاد چه بعد سری منطقه بعد هم میاد شما مثلا گفتی الان پیشبینی کردی گفتی من اگه باید 6 ساعت داشته باشم من پیشبینی میکنم که اگه یه باران 12 ساعته با این مشخصات بیاد هیدروگراف میشه این هی دبی اوج شما چند میشه بچه‌ها خیلی ها دبی اوج شما خواهد شد مثلا 850 متر مکعب بر ثانیه دبی اوج شما میشه تو نقطه خروجی خیلی وحشتناک 850 اصلا عدد عدد فضایی ها حتی من فکر میکنم رودخانه در واقع آمازون هم همچین دبی نداشته باشه خیلی عدد بالا 800 متر مکعب بر ثانیه دبی چیز عجیبیه حالا منظور بچه نگاه بچه شما به عنوان یک مواسطه بگید آقا اگر همچین بارانی بیاد آقا ما همچین بلایی سر رو میاد یعنی شما باید پیش بینی بکنی یک کانال رو در نظر بکنی که بتونی آب از خودش عبور بده آب سیلاب نزده خراب نکنه منطقه رو میجونم به شما اگه قرار مثلا یک کانال مثلا جمع‌آوری آب تو در نظر یا مثلا یک رودخونه داری میخوای براش دیواره طراحی کنی که آب مثلا سیلاب نزنه بعد ارتفاع دیوارها تو حدی بالا که بتونی این دبی رو چیکار کنه جواب بده دیگه حالا بحث اینه که بحث اون باران رو از کجا در آورده می‌گفتن اینا چون که بعد بحث باراش رو احتمالات کنیم ما بعد پیش بینی کنیم توی منطقه ما بر اساس آمار مثلا 50 ساله خطرناک‌ترین بارانی که مثلا احتمال داره تو هر 100 سال بیاد چه بارانی است و
بعد اون باران رو بیام در بیام، بعد از اون باران اگه هیدروگراف 6 ساعت رو داشته باشیم مثلا بیام چون باید اون تولید شد. یا مثلا من اگه باران خطرناک این منطقه باران است که مثلا همچین بارانی است، یعنی تو احتمالات مثلا میگم توی 50 سال آمار این منطقه من خطرناک بارانی داشتم، یه باران 12 ساعته با این مشخصه بوده. حالا میتونم بگم آقا اگه این باران بیاد توی منطقه همچین بلایی سر این منطقه وارد اومد، اینم که اتفاق بعد چقدر طول میکشه تو به این گل برسه؟ مثلا 24 ساعت میده من وقت دارم. مثلا حتی اگه نمیخوام هزینه کنم دیواره بزنم میگم اشکال نداره، ولی من میتونم الان پیشبینی کنم اگه همچین بارانی تو منطقه شروع کرد دوباره سریعا مثلا من جام 24 ساعت وقت دارم که منطقه رو تخلیه کنم. مثلا خب خوبه، مثلا زمانم خوبه، مثلا زمانش هم مهمه، به چقدر زمان دارم تو منطقه رو تخلیه کنم، چقدر طول میکشه به این گل برسه. و بس از دو تا اصل استفاده کردن، اصل تناسب، تناسب پذیری و اصل جمع پذیری را. از دوستان عنایت دارم وقتی میگم اصل تناسب پذیری، اصل جمع پذیری، این عقبش این فرضه که در واقع چیه؟ رابطه بین بارش و روانهام یه رابطه چیه؟ خطیه دیگه. اگه رابطه بین بارش و روانهام خطی باشه شما قرائت میتونید آقا این دو شد دو برابر کن، سه شد سه برابر کن، یا بگم راحت با هم چیکار کنم؟ جمع کنم. چه زمانی تو رابطه بین بارش و روانهام رابطه چه باشه؟ خطی که از دارتون بکنید. این فرض خیلی هم همجا فرض درستی نیست، یعنی این فرض که ما بین رابطه بارش و روانه و رابطه خطی ببینیم در واقع همجا فرض صحیح نیست، ولی تقریبا درست داره کاربردی استفاده میشه، یعنی این دیگاه واحد خیلی کاربرد داره، یعنی داره ازش استفاده گسترده ای میشه، ولی لزوما باید اون فرضش فرض دقیقی صد درصدی نیست. حالا ما مدل ها و الگوهای بارش روانه با هم کار نکردیم، اصلا میگم در سطح این درس هم تو خیلی روش دوشوار میشه، ولی الان خیلی داره روش کار میشه الگوهای بارش روانه که آقا بارش با چه الگویی تبدیل به روانه میشه. من اون جلسه بودم مثلا ما یه الگویش خیلی خطی ساده میگم آر برابر میشه با ای به پی کنیم، آر میشه ای پی به یا چی بی بی یه رابطه خطی است، این روانه میشه ای برابر بارش بیاد ولی بی یه رابطه خطی یه ساده نوز کنه و یه قاعدتا خیلی رابطه در اوکان رابطه غیر خطی است و بیسادگی نیست. خب استرات کتایی بکنم؟ آره فکر میکنم یه استرات بکنم. این شد چی؟ تولید یه هیدروگراف بی از اون هیدروگراف واحد. از دارا چون چیزی باید دقت میکنم اونا چونه که بازم نهایت بچه ها وقتی شما هیدروگراف واحدی 6 ساعت در دارید بچه ها میتونید هیدروگراف های در اوکان چه 6 ساعت رو باید داشته باشید. یعنی نمون 6 ساعت رو باید با هم داشته باشیم، با هم جمع بکنیم و باید چه کنیم ایراف کلی 12 ساعت رو چکار کنیم به دست بگیم. خیلی مهم هایی اصلا شما الان اگه این ایراف باید 6 ساعت رو داریم بارانی که به شما میدن باید 6 ساعت برای شما تقسیم کنن، ولی 6 ساعت اولش همچین بارش تو دیم بارش محسرش ها بارش محسر بچه معادل روان ها با بارش محسر معادل روان ها با هستیم بعد 600 به شما بدن. مگر نه شما اینجا مثلا 4 ساعته داریم به شما الان اطلاعات 6 ساعته رو بدن نمیشه کارش کنیم، یعنی باید حتما این دارو 4 ساعته رو داشته باشیم. این هم در قرد خواهد خواهد کنم شد بریم آقای استراحت بریم کنیم برمیشه.